نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه ششم شوال سال 1445 برگزار شد. در نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم زکات فطر افراد زندانی فرمودند: در کتاب عروت الوثقا ذکر شده که اگر دولت یا شخصی فردی را ولو به ظلم حبس کرد و در دوران حبس مخارج و خورد و خوراک فرد زندانی شده بر عهده دولت و یا آن شخص است، در چنین شرایطی فطریه آن فرد زندانی بر عهده دولت یا شخصی است که او را زندانی کرده است. معظم الله در رابطه با حکم فطریه کسانی که دوران سربازی خود را می گذرانند نیز فرمودند: حکم سرباز هم مانند فرد زندانی است، البته سربازی که در طول سال مخارج او هم از خورد و خوراک و پوشاک و مسکن او توسط دولت تأمین می شود نیز فطریه او بر عهده دولت است. ایشان در رابطه با حکم زکات فطر کسی که بر منزل فرد فقیری وارد می شود فرمودند: چنانچه در شب عید فطر مهمانی بر منزل فردی وارد می شود که فقیر است و امکان پرداخت زکات فطر را ندارد، پرداخت زکات فطر خود فرد فقیر لازم نیست، اما پرداخت زکات فطر مهمان بر او واجب است و اگر در حال حاضر توان پرداخت آن را ندارد، هر زمان که به توانایی رسید باید آن را پرداخت کند. آیت الله العظما شیرازی در ادامه فرمودند: چون در زکات فطر دلیل وجود دارد که برای پرداخت زکات فطر خودش باید شرط غنی بودن را دارا باشد، اما برای مهمان چون این دلیلی وجود ندارد. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. ها این یه مسئله که تو عروت محل بحثه که اگر گفتیم مهمان باید عیال باشه، آره یه حرف درسته، اما اگر گفتیم مهمان یک عنوان دیگه است که جماعتی گفتن تو حاشیه های عروت هست، ضعیف تو خود ادله داره ضعیف، لازم نیست این ضعیف عیال باشه، همینجور که عرض کردم. وقت تو رساله طول مسائل می‌بینیم که غالباً که شبیه نانخوری این آقا باشه، تو یک شب که نانخور نمی‌شه این همین لحاظا بعضی تو عربه داره، بعضی گفتن باید یک دهه اونجا مهمون باشه تا زکات واسه گردنش باشه، اما غالباً نگفتن این را، بعضی گفتن باید کل ماه رمضان مهمانش باشه، اگر نه زکات بسره گردن صاحب خونه نیست. بنابر اون قولا که نه هیچ، اما بنابر قول به این که ضیف یک عنوان غیر عیاله، یعنی بر انسان زکات خودش واجبه و زکات عیالش، یعنی اونایی که دوره سال نون خورشن، چه زنش باشه که واجب نفقشه، چه بچه هاش باشن، چه خواهرشه، چه برادرشه که تو خونش هستن، چه کلفته که تو خونشه، چه خادمه که تو خونشه که خرجش رو میده، اون یه عنوان ضعیف یه عنوان دیگه است. یه همین عرض کردم همه نگفتن این را، یه عدهی عرض کردم، یه عدهی گفتن ضعیف اطلاق دارش تو حاشیه های عروه هم داره، خود صاحب عروه هم نظرش همینه، میگه اگر مهمون قبل مغرب اومد وارد شد اونجا، کیفش رو گذاشت، بخچش رو گذاشت اونجا، ولی اونجا غذا نخورد، صاحب عروه میگه که فتریش گردن صاحب منزله، یعنی جماعتی هم همین رو گفتن. خلاصه مسئله خلافیه.